ساعت سه و سی دقیقه بامداد در لندن، هفت در تهران و کابل و هفت و نیم در دوشنبه. به چشم انداز بامدادی خوش آمدید و نازعین جاوید هستم. انتقادها در اروپا از شفاف عمل نکردن چین در خصوص نحوه شیوع اپیدمی کرونا بالا گرفته. رسانه ها در آمریکا میگویند مسئولان در حال بررسی احتمال سرایت ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان به بیرون هستند. اوپک میگوید حجم تولید نفت ایران به میزان کم کاهش یافته میپرسیم برای ایران چقدر آسان است که در آینده دوباره وارد بازار نفت شود شما مشتری رو خریدار رو از دست میدید چون قراردادها در بازار نفتی معمولا دراز مدتند اونو برای مدت زیادی از دست میدید پیش از اینها خبرهای ایران و جهان رو بشنوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهنمای تازه دولت فدرال برای از سرگیری مجدد روال عادی سازی زندگی و فعالیت های اقتصادی در کشورش را به فرماندار ایالات ها ابلاغ کرده. بنابر این طرح از تدریجی فعالیت های اقتصادی به طور تدریجی و در سه مرحله انجام می شود و نحوه اجرای آن به صلاح دید فرماندار هر ایالت بستگی خواهد داشت. کامیز فتایی از واشنگتن گزارش میدهد. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری کاخ سفید اعلام کرد که ایالت ها می توانند از اول ماه مه یعنی حدود دو هفته دیگر در چارچوب دستورالعمل تازه به تدریج کسب و کارها را باز کنند دستورالعملی که چندان وارد جزئیات نشده و اختیارات اجرایی زیادی به فرماندار هر ایالت داده رئیس جمهوری آمریکا گفت جبهه بعدی در مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا و از سرگیری فعالیت های اقتصادی است اقتصادی که در ظرف یک ماه گذشته به شدت آسیب دیده و حالا نرخ بیکاری در آن به بیش از 13 درصد رسیده در اروپا بریتانیا محدودیت های رفت و آمد را تا دست کم سه هفته دیگر تمدید کرد دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا که به دلیل بیماری بوریس جانسون وظایف نخست وزیر را بر عهده دارد دیروز در یک کنفرانس خبری بر ادامه محدودیت ها علیرغم کاهش و آمار ابتلا در کشور تاکید کرد measures... تصمیم دولت این است که وضعیت ویژه فعلی دست کم تا سه هفته دیگر باید ادامه پیدا کند توصیه دولت این است که هر تغییری در مقررات فاصله گذاری اجتماعی خطر انتشار ویروس را افزایش می‌دهد. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت که با وجود برخی نشانهای مثبت در اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و سوئیس، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش است و تاکید کرد که قاره اروپا هنوز در کانون طوفان اپیدمی کرونا قرار دارد. ده ها پزشک ایرانی با انتشار نامه خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت ایران خواهان شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا در ایران شدند و از او خواستند باز از نظر نظرهای کارشناسی با اقتدار دفاع کند. امضا کنندگان این نامه از وزیر بهداشت خواستند بر سیاست های ضروری چون قرنطینه شهرهای کانون شیوع، تمدید فاصله گیری و صرف منابع مالی برای حمایت از اخشار آسیب پذیر تاکید کند کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تازه ترین آمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا را در شبانه روز گذشته 1512 نفر و تعداد جان باختگان را 92 نفر اعلام کرده. روز گذشته با مرگ 92 نفر در یک روز پایین آمار مرگ در یک ماه گذشته به ثبت رسید. به برنامه جمعه 29 فروردین 1399 برابر با 17 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشغانی تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. در حالی که اغلب کشورهای جهان مقررات خود را برای مقابله با گسترش ویروس کرونا 2019 افزایش میدهند تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحران بیشتر در گوش و با کنار دنیا آشکار می شود. از طرف دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مدیریت چین در برخورد با شیوع ویروس کرونا را زیر سوال برده و گفته اتفاقاتی افتاده که ما از آن بیخبریم وزیر خارجه بریتانیا ارائه آمار از سوی برخی کشورها را زیر سوال برده و رئیس جمهوری برزیل که مخالف قرنطینه است وزیر بهداشت کشور را اخراج کرده منوش پورزیایی خبرنگار بی بی سی از واشنگتن نگاهی به تحولات و سایر رویدادهای مربوط به همیگیری کرونا 2019 در برخی نقاط جهان داشته بیش از 140 هزار نفر در سراسر سر جهان بر اثر ویروس کرونا 2019 جان باختند. و با گذشتن آمار مبتلایان از مرز دو میلیون و صد هزار نفر بسیاری نحوه عملکرد دولت ها و سازمان های بین المللی را زیر سوال بردند. دولت های ایتالیا و اسپانیا که سنگین ترین ضربه را تا کنون در اروپا از این بحران خوردند منتقد نحوه عمل کرد و میزان همدلی اتحادیه اروپا برای مقابله با ویروس کرونا هستند. روز پنجشنبه اورسولا وندرلین رئیس کمیسیون اروپا از ایتالیا عذرخواهی کرد. خانم وندلیان از آن کرد که اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست کمک ایتالیا کند بوده و ایتالیا را در دشوارترین و اولین روزهای بحران کرونا تنها گذاشته. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به جمع منتقدان از نحوه مدیریت چین در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پیوسته و گفته برتر خواندن مدیریت چین در قلب بر بحران کرونا ساده لوحی است. در فرانسه تا کنون 141 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 18 هزار نفر بر اثر آن جان باختند. در حالی که آمار رسمی دولت چین تعداد مبتلایان در این کشور را کمی بیش از 83 هزار نفر و تعداد قربانیان را 3300 نفر عنوان کرده است. وزیر خارجه بریتانیا نیز روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت پرسش های دشوار زیادی را باید درباره نحوه آغاز این همه گیری و اینکه چرا زودتر جلوی آن گرفته نشده پرسید آقای راب گفت باید درباره نحوه گسترش ویروس از چین تحقیق جدی شود و بعد از پایان بحران کرونا تازه اول این ماجرا خواهد بود دولت بریتانیا روز پنجشنبه قرنطینه را برای سه هفته دیگر تمدید کرده همزمان روسیه برای اولین بار رژه سالانه میدان سرخ را در یاد بوده پیروزی جنگ جهانی دوم لغو کرده است دولت ژاپن وضعیت اضطراری محدود در کشور را حالا سراسری کرده و در برزیل اختلاف نظر میان وزیر بهداشت و رئیس جمهوری منجر به برکناری وزیر شده است هنریک منده تا وزیر بهداشت برزیل خواستار وضع مقررات برای محدود کردن همهگیری کرونا بود اما رئیس جمهوری این کشور معتقد است در میزان خطر همهگیری اقراق شده و نیازی به قرنطینه نیست صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه خبر داد پنج کشور ثروتمند جهان وعده دادند 11 میلیارد و هفتصد میلیون دلار را در اختیار این سازمان بگذارند تا به کشورهای فقیر و نیازمند برای مقابله با کرونا کمک شود. کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول گفت ژاپن، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و کانادا 70 درصد از 17 میلیارد دلار درخواستی این سازمان را که یک روز پیشتر مطرح شده بود تأمین کردند. مهنوشه پوزیایی گزارش میداد. همزمان با بالا گرفتن انتقادها در اروپا از شفاف عمل نکردن چین در خصوص نحوه شیوع اپیدمی کرونا برخی رسانه ها در آمریکا گزارش دادند که سازمان های اطلاعاتی این کشور در حال بررسی این سناریو هستند که ویروس کرونا ممکن است از آزمایشگاهی در شهر بوهان به بیرون سرایت کرده باشد نه از بازاری در این شهر آنطور که دولت چین میگوید مقامات چین این گزارش ها را بی اساس دانستند. کامیز فتایی از واشنگتن با ماست کامیز چه جزئیاتی از این احتمال در رسانه های آمریکا مطرح شده خب مسئله ای که مطرح هست اینجا البته گزارشهایی تایید نشده هست به نقل از مقامات عمدتا ناشناس هم دارن مطرح میکنن این است که این مؤسسه ویروس شناسی ووهان که در مزان اتهام قرار داره و با اون بازار خیسی که مقامات چینی میگن از اونجا ویروس شروع شد و سرایت کرد به نقاط دیگر این مؤسسه تدابیر ایمنی ضعیفی داشته و این احتمال نداره مطرح میشه که شاید شخصی از از کادر مؤسسه به صورت غیر عمدی آلوده شده و این ویروس رو آورده بیرون بنابراین مسئله نشت احتمالی از یک آزمایشگاه در واقع علمی چین داره مطرح میشه که اون هم در ووان هست با اون بازار چندان فاصله ای نداره این سناریویی هست که سازمان های اطلاعاتی آمریکا بنابر گزارش هایی که میبینیم در چند روز گذشته به طرز فزاینده داره قوت میگیره این مسئله و این،, این, موضوع در آمریکا در حال بررسی این احتمال هستن سنجالا اینجاست که رئیس صداد مشترک ارتش آمریکا چند روز پیش به صورت گذرا گفته بود که این مسئله رو دارن بررسی میکنن که آیا چنین سناریویی احتمالش هست یا نه و به حال میبینیم که روز گذشته در آمریکا شبکه ان بی سی همینطور وال استریت جورنال این روزنامه و رسانه های دیگر دارن این مسئله رو مطرح میکنن چرا که نه فقط این احتمال مطرحه که بلکه مقامات هم دارن واکنش نشون میدن از جمله مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز از دولت چین خواسته بود که حقیقت رو بگه گفته بود که باید به دنیا اجازه بده که اینها بیان همکاری بکنه بررسی بکنند که دقیقا منشه این ویروس چه بوده بنابراین چیزی که ما شاهدش هستیم این هست که روایت قالب چین که این اپیدمی در یک بازار خیص حیوانات که حیوانات وحشی رو اونجا میپوشن شروع شد این روایت قالب در غرب هم که دیدیم در شاد در الان در فرانسه به خصوص در آمریکا در زیر سوال بوده، البته این رو بعد اضافه میکنم دولت آمریکا هم خودش در داخل متهم است که ضعیف عمل کرده دیر جنبیده بنابراین برخی از منتقدان میگن اگر چنین مسائلی داره مطرح میشه شاید به این خاطر است که میخوان تقصیر رو بندازن به گردن کشور خارجی که در این مورد چین باشه و حال مسئله که مطرح هست این است که سوالات زیادی الان بر مطرح میشه و خیلی از آمریکایی‌ها در رسانه ها همطور مقامات سناریوی رو دارن مطرح میکنن که دولت چین بهش خیلی حساس هست خب چین چه واکنشی نشون داده به این این گزارش ها که به حال روایت این کشور رو زیر سوال میبره خب وزارت امور خارجی چین واکنش نشون داده و دقیقا روز پنجشنبه ام ام دقیقا به همین اتهام اتهام رو رد کردن دارن میگن که موضع چین مشخص هست و میگن که سازمان بهداشت جهانی هم با این موضع چین موافق است و میگن این ویروس در یک آزمایشگاه تولید نشده از آزمایشگاه نشد نکرده به گفته اونها بلکه در بازار اون بازار خیس در اونجا شروع شده و از, از اونجا سرایت کرده به نقاط دیگر چین و جهان و هر حال من دارم مطرح میکنم تا این وزیر سخنگوی وزارت امور خارجه همین شخصی است که چندی پیش اگر خاطرتون باشه احتمال این رو مطرح کرده بود که سربازان آمریکایی ویروس رو به چین آورده باشند که به شدت خشم آمریکا رو برند برنگ خین و هر حال تغییری در موضع چین نیبینیم موضع اونها این است که نه در یک آزمایشگاهی که در بازار این ویروس آغاز شده ولی به حال سوالات بسیار زیاد هست با توجه به اینکه رئیس جمهوری فرانسه هم الان داره روایت چین رو زیر سوال میبره همینطور مقامات برخی مقامات در بریتانیا به نظر میاد که حالا حالا این بحث جدیدتر هم بشه متشکرم کامبیز کامبیز فتحی در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستورالعمل تازه دولت فدرال برای کاهش محدودیت های مربوط به کرونا و سرگیری فعالیت های اقتصادی در آمریکا را ابلاغ کرده که قدرت فراوانی به فرمانداران ایالت ها میدهد بنابراین تر از تدریجی فعالیت های اقتصادی به صورت, به صورت تدریجی و در سه گام و به شرط کاهش پیاپه مبتلایان جدید انجام می شود و نحوه اجرای آن به صلاح دید فرماندار هر ایالت بستگی خواهد داشت خبرنگار ما در واشنگتن هادی نیدی گزارش می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرحی کلی برای عبور از تحتیلی های گسترده مهار ویروس کرونا ارائه داده او در کنفرانس خبری روزانش در کاخ سفید اعلام کرد که ایالت ها می توانند از اول ماه مه یعنی دو هفته دیگر در چارچوب دستورالعمل تازه به سمت بازگشایی کسب و کارها بروند این یک روند تدریجیه وقتی بار ابتلا در یک ایالت همچنان پایین بره محدودیت ها همچنان سبکتر میشه و برداشته میشه در طول این روند همچنان از شهروندان خواسته میشه که همه سلاحاشون در این جنگ رو استفاده کنن یعنی بهداشت سختگیرانه کار از راه دور تا جای ممکن ماندن در خانه اگر احساس مریضی می کنید حفظ فاصله اجتماعی زدوفونی کردن سطوحی که به طور اشتراکی استفاده می و هوشیاری خیلی بالا درباره اطراف اینها سلاح های ما هستند و سلاح های واقعی قوی هم هستند رئیس جمهور آمریکا یک دستورالعمل 18 صفحه ای ارائه داده که میگوید در سه گام محدودیت ها کم می شود هر گام هم قرار است دست کم دو هفته باشد آقای ترامپ گفته جبهه بعدی در مبارزه با اپیدمی کرونا از سرگیری مجدد فعالیت های اقتصادی است این ویروس تا به حال به مرگ دست کم حدود 33 هزار نفر و بیکاری دست کم 22 میلیون نفر در آمریکا منجر شده. نرخ بیکاری از 13 درصد گذشته. برخی گمانه زنی می کنند که این رقم در واقع می تواند به حدود 20 درصد هم برسد. وضعیتی که بر دوش طبقه کم درآمد فشار بیشتری آورده و صفهای طولانی افرادی که می مواد غذایی رایگان دریافت کنند، تصویری بوده که از هر ایالتی دیده می شده. همین روزها ارسال کمک های نقدی به مالیات دهندگان هم آغاز شده. 1200 دلار برای کسانی که زیر 75000 دلار در سال درآمد دارند و به نسبت کمتر برای افرادی که بیشتر درآمد دارند. جزوی از بسته کمک های مالی بیش از دو تریلیون دلاری دولت آمریکا. همچنین بیمه بیکاری هم پر رو از قبل شده. بیکاری ها نتیجه محدودیت های اجباری است که تقریبا آمریکا را به تعطیلات سرد سری برده. در هفته های اخیر تقریبا همه ساکنان آمریکا با محدودیت های روبرو بودند و از خیلی آنها خواسته شده بود به جز موارد ضروری از خانه خارج نشوند. در همین حال در چند ایالت پرشویو از جمله نیویورک که کانون کرونا در آمریکاست فرمانداران و مقامهای ایالتی اجباری کردند که اگر کسی به مکانهای عمومی میرود باید ماسک بزند یا به نحوی دهان و بینیاش را بپوشاند رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته بارها گفته بود اختیار بازگشایی کشور بعد از تعطیلات مهار کرونا به طور کامل در دست اوست در نهایت لحنی میان رو گرفت او در دستورالعملی که اعلام کرد سهم خیلی بیشتری برای فرمانداران ایالت ها در نظر گرفته روی کردی که او میگوید باید برای هر ایالت فرق کند قدرت فرمانداران تقویت میشه که یک روی کرده مناسب خودشون رو طراحی کنند که به شرایط متفاوت هر ایالت بخوره هر ایالت با بقیه فرق داره با کاهش شمار مبتلایان جدید در ایالت که کانون شیوع ویروس کرونا در آمریکا بودند چشمانداز سبک کردن محدودیت های کنونی نزدیک تر به نظر می رسد به خصوص برای رئیس جمهوری آمریکا که از همان هفته های نخست اعمال این محدودیت ها حرف از رفع آنها میزد. با این حال دونالد ترامپ تاکید میکند که تصمیم ها ایالت به ایالت و بسته به وضعیت شیوع ویروس گرفته می شود. منتقدان او از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا فورا واکنش نشان دادند و این دستورالعمل جدید رئیس جمهوری آمریکا را مبهم و مقشوش خواندند. با مطرح شدن انتقادهای بیشتر به دولت دونالد ترامپ درباره عملکردش در مهار عمل ویروس کرونا، او باز هم به سازمان بهداشت جهانی تاخت و از نحوه عملکرد آنها انتقاد کرد. تصمیم او برای قطع کمک‌های مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی که سالانه به نیم میلیارد دلار می‌رسد، واکنش‌های انتقادی بیشتری برانگیخته است. گزارش بود از هادی نیلی و حالا میتونیم با کامیار علایی رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین الملل در نیویورک صحبت کنیم سلام بر شما آقای دکتر خوش آمدید به برنامه بفرمایید که نگرانی ها از کاهش بودجه سازمان بهداشت جهانی حالا که شدت گرفته با این تصمیمی که آمریکا گرفته چه تبعاتی میتونه برای این سازمان و برای کارهایی که انجام میده در سطح جهانی داشته باشه بله سال خیلی مهمی رو مطرح کردید در واقع نگاه کنیم سازمان جهانی بهداشت در واقع در سطح تصمیم گیرندگان کلان در این زمینه خیلی کارشون رو دقیق انجام ندادن یکی اولا در زمینه پندمیک اعلام کردن یک کمی با تاخیر بود دوم در عواسط ژانویه احتمال انتقال از انسان به انسان رو زیر سوال بردن و بعدش کنسل کردن پروازها از چین به کشور دیگر رو زیر سوال بردن و همین مسئله باعث شد که احتمال سوگیری گرفته بشه اما همونطوری که میدونید سازمان جهانی بهداشت بدنه خیلی قوی و کارشناسانه ای داره که در مورد خیلی از بیماری ها موفقیت های چشمگیری داشته و متاسفانه این تصمیم گیری یک جانبه در واقع رئیس جمهور آمریکا در واقع میتونه ضربه بزرگی نه تنها به خود بدنه سازمان جهانی به بلکه به خیلی از کشورها مخصوصا کشورهای فقیر بذاره چون متاسفانه یا خوشبختانه سازمان جهانی بهداشت بخشی از سازمان ملل هست که به طور مستقیم با کشورها و دولتها در ارتباط هست به خاطر همین یک ملاحظه کاری هایی داره اما در عین حال باید یک تعریف جدیدی بشه که تا چه حد میتونه استقلال رو داشته باشه که بدون نفوذ پذیری از کشوری مثل چین یا کشوری مثل آمریکا بتونه به صورت مستقل با بدن کارشناسی بتونه عمل کنه میبینیم که همه کشورها در تلاشن یک راهی پیدا کنن برای مقابله با این ویروس و شیوعش راهی که کمترین صدمه رو هم به هم به اقتصاد بزنه و هم به جامعه چه پیشرفت هایی در این یکی دو هفته اخیر در چند روز اخیر شده در این زمینه و تازه ترین راهکارها برای مقابله با این ویروس چیه ببین چند تا بحث مهم بود یکی این بود که یک خوشباوری ایجاد شده بود که ما به سمت فصل گرما میریم به خاطر همین این ویروس خود به خود کنترل میشه که با بررسی هایی که دانشگاه استنفورد به صورت جامع انجام داد در واقع اومد بیان کرد که این تصور فصلی بودن بیشتر بر میگرده به تجربه که ما با آنفولانزای فصلی داریم در صورتی که در بیماری های پاندمیک حتی آنفولانزای پاندمیک که ما در 250 سال گذشته بیش از ده تا ما پاندمیک آنفولانزا داشتیم هیچ کدوم محدود به فصل خاصی نبوده و در هر فصلی که ایجاد شده در 6 ماه بعدش تکرار شده یا برگردیم به اعضای خانواده خود کووید 19 مثل سارس در سال 2002 یا مرس در 2012 هیچ کدومشون به فصل زمستان محدود نبوده حتی بررسی آزمایشگاهی که انجام شده دیدن که میزان عفونت زایی ممکن کم کم شده اما از یک نفر به دو نفر بوده به خاطر همین همین یک به دو دو به چهار و به هشت باز نشون میده که روندش روند تصاعدی میتونه باشه به خاطر همین فصل گرما به اون صورت نمیتونه باعث کنترل این مسئله بشه بحث دیگه این بود که ما کی بگیم که مردم بیان به کارشون بپردازن در واقع یک بحثی بود به عنوان تست آنتیبادی که از هفته دیگه قرار در آمریکا در دسترس باشه که نشون بده الان بحثی که هست این هست که بیش از چهل درصد افرادی که مبتلا هستند هیچ گونه علامتی ندارن در صورتی که ما اینو قبلا نمیدونستیم طی بررسی تو که خیلی از گروه ها شد حتی تو کشتی هایی که خیلی تست شدن مثبت شدن هیچ گونه علامتی ندارن به خاطر همین فرد ممکنه با افرادی در تماس باشه که هیچ علامتی ندارند و آلوده بشن تنها راهش این تست آندیبادی هست که این تست آندیبادی نشون میده که فرد در گذشته مبتلا شده و یک راهی هست که اگر بخواد گروه اولی که سر کار برن اونهایی که مثبت هستن یعنی نسبت به ویروس عفونت دیگه نمیتونن پیدا بکنن به سر کار برگردن اما خود این تست آندیبادی هم یک مشکلی داره اینکه ممکنه این کووید 19 با سایر کرونا ویروس ها در واقع اشتباه بشه یعنی اونقدر در ممکنه دقیقا نتونه افتراق بده دوم سطح تیتر آندیبادی یعنی میزان ایمنی بدن افراد رو نمیتونه دقیقا بگه به خاطر نمیتونه به صورت 100 درصد به فرد به اطمینان بگه که تو میتونی بری سر کارت و مبتلا نشی به خاطر همین کشورهای مثل اسپانیا فرانسه که مثل ایران در واقع با همیگیری مواجه بودن هنوز ملاحظه میکنن تا یک ماه دیگه تمدید کردن که نرن سر کار ولی متاسفانه در ایران این مسئله در نظر گرفته نشد و این باعث میشه که در چند هفته دیگه دوباره ما با یه پیک جدید رو برو بشیم خیلی متشکرم هستم آقای دکتر کامیار علایی مدیر انسیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل در نیویورک حالا هم سری میزنیم به ایران. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که از دیروز بیش از 1600 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و بعد دو نفر هم جان باختند. دولت ایران رقم مبتلاها و قربانیان کرونا را بسیار کمتر از آمار موارد مشابه در اروپا و آمریکا گزارش می کند و میگوید دلیلش مدیریت بهتر بحران در ایران است دیروز مقامات درباره دلایل اعلام نکردن آمار مبتلایان به تفکیک استانها هم توضیحاتی دادند جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش اردلان آنچه دولت ایران فاصله گذاری هوشمند نامیده در ایران رعایت نمی شود این تصاویر را امروز تلویزیون ایران از ازدهام مردم مقابل بانک ها و مغازه ها و کسب و کارها نشان داده از وقتی دولت اعلام کرد زندگی به حالت اول باز می گردد. دیگر خبری از خلوتی ها و خانه نشینی ها نیست کارشناسان بهداشتی نگرانند این شلوغی ها موج دیگری از ابتلا و مرگ را به دنبال بیاورد چنانچه امروز اعلام شد مراجعات به بیمارستان ها مثلا در استان البرز بیشتر شده ولی آمار روزانه ای ابتلا و مرگ و میرها به تفکیک استان در ایران اعلام نمی شود. معاون وزیر بهداشت گفت دلیل اعلام نشدن آمار استانی این است که دولت نگران است مردم به استانهایی بروند که مبتلا کمتر دارد. با این حال منتقدان میگویند که تفکیک نشدن آمار استانی باعث شده درستی آمار دولتی به سختی قابل سنجش باشد. ای... تردید نسبت به آمار رسمی را می توان از میان روایت های منابع محلی و از لابلای گفته های بعضی از مسئولان نیز پیدا کرد میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره خب بله بهتره دولت تاکید دارد که آمار نسبتاً پایینتر موارد ابتلا و مرگ و میر آمار دقیق هستند و شرایط را بهتر از اروپا مدیریت کرده و الان نیز تعداد تلفات روزانه را به زیر 100 نفر رسانده در 24 ساعتی گذشته ما متاسفانه 92 نفر از هموطنان عزیزمون از مبتلایان قطعی به این بیماری رو دیگه در جمع خودمون نداریم از نعمت و حضور این عزیزان هم محروم شدیم و تا این لحظه با احتساب این 92 عزیز از دست رفته 4869 نفر در کشور بر اثر ابتلای قطعی به این بیماری جان خودشون رو متاسفانه از دست دادند. این آمارهای رسمی نسبتا کم در کنار از سرگیری فعالیت های اقتصادی ممکن است باعث اطمینان خاطر بعضی از مردم شود که وجود نداره, نداره. ولی تلاش سپاه برای اطمینان دادن به افکار عمومی چندان موفق نبود وقتی سپاه اعلام کرد دستگاهی ساخته که ویروس کرونا را از 100 متری تشخیص می‌دهد وزارت بهداشت ایران گفت برای چنین دستگاهی هرگز مجوز صادر نکرده است. گزارشی بود از سیاوش اردلان. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. به ما بگید که شرایط زندگی شما در هر کجایی که هستید چقدر تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته چه از نظر رفت آمد و فاصله گیری های اجتماعی و چه از نظر کسب و کار از عملکرد مقامات و مسئولان محلی در مهار و مقابله با شیوع کووید 19 چقدر راضی هستید فکر می کنید که گام به بعدی برای کمک به مردمی که صدمه دیدن از این بیماری چیه؟ راه تماس با ما رو هم که میدونید. پای صفحه فیسبوک اگر که دارید به صورت زنده برنامه رو از روی فیسبوک میبینید و یا از راه تلگرام که شناسه ای ما هم هست BBC شما. دیدگاه های شما در این برنامه. در تلگرام به BBC بی, بی سی شما. بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و 370 412 22 22 چشمانداز بامدادی رو با بخش اول مرور مجلات هفته ادامه میدیم با مسعود بهنود رو در لندن بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم کماکان به شماره نوروزیه مجلات ویژه نامه 98 مجله حوالی منتشر شده است سوژه اصلیش ما و فضای اطرافمون هست این نشریه در سال 98 در حقیقت متولد شد و تا پایان سال هم تونست که ده تا شماره منتشر کنه این ویژه نامه میخواد ببینه در طوفان حوادث سالی که گذشت کجا رد پای خیابان و محیط اطراف پررنگتر شده بود و این وقایع با ما چه ارتباطی دارند ساختار قدرت چطور فضای شهری رو تحت تاثیر قرار میدهند؟ و چطور فضاهای شهری ساختار قدرت رو متاثر میکنن به این ترتیب مجله شروع میکنه و با, با متخصصینی و با گزارشگرانی که وارد عمل میشن اول فراز تحماسبی که طرح توسعه دانشگاه تهران رو دستاویز این مقاله قرار داده نوشته مأمورهای معذور هر روز و همه جا اطراف ما پرسه میزنند. کسانی که خطی زخیم میان ساحت فردی و ساحت حقوقیشان کشیدند، معمورند و نقشی در ساختار کلی اعمال قدرت دارند. معذورند و اگر دست خودشون بود، کار دیگه ای میکردند. این دست برای کیست؟ موضوع اصلی مقالهش هم این هست که پاره از قانون تخصص، و مسائل دیگه واجه های دیگر رو در برنامه ریزی شهری بهانه قرار میده میخواد بگه که زمستان گذشته که تازه سررسیدهای های 98 چاپ شده بود وقتی که نگاهی کردیم به تقویم جنون و فاجعه سیل بهار مرگ پاییز و آتشبار زمستان 98 هر کدام عددی با دلالت خاص بودند به درتیب شروع شد با مقاله فراز تحماسبی مجله که میخواد صحبت از زبان سرخ و سر سرختر یا زبان سبز و سر سبزتر بکنه تفاوتی نمیکنه مطلب بعدی نوید پور محمد رزاست باز کماکان از صاحبان قدرت میگه صاحبان قدرت همواره تلاش میکنن تا روایت خودشون را رو از وقایع بازسازی کنن روایت اونها به جز رابیان پس زمینه ها رو هم تغییر میدهد از کوچه ها و محله هایی که در موشک باران ده نشانه دار شدند نشان زدایی می شود و در مقابل در جایی دور از آنها موزه ای سر بر آورند قدرت قدرت دست برد در پس زمینه و فضاهای شهری رو داره پس مقاله یک گزارشی هست درباره تفکر تاریخی و تلخ و دوزخی آخر و زمان به دو تا فیلم اشاره میکنه و بعد از اون میره سر موضوع پیاده میشه و مقاله بسیار جندار و خونداری است امیر تهرانی و آن خشونت هایی که پیدا نیست چه موضوع موضوع اعمال و قدرت در خیابان هانتر این قدرت یابی خیابان ها رو در نظر گرفته آقای تهرانی و اونجاست که عواملی که بر خلاف بدنهای کنار هم چندان برای من آشکار نیستند رو نگاه میکنه تا جغرافی های سیاسی اعتراضات سال 98 به خصوص آبان ماه رو بگه بیان کنه جمهوری اسلامی برای اطلاع شما وقتی که قانون اساسیش بعد از انقلاب 57 نوشته شد توی قانون اساسی برقراری همه نوع حکومت نظامی ممنوع شد ولی آیا به راستی حرکت نوع حکومت نظامی هم محکوم یا ناپدید شده نه ناپدید نشده به دهها دلیل و بعد از اون هست که شهر جوانی و سیاست در اصری که نام ندارد مقالیس از نسرن سارمی درباره جرقه اولیه اعتراضات آبان جغرافی های سیاسیش پراکندگی معترضان در فضای شهری و به این ترتیب با این نمونه هایی که برشمردم که بیش از اینها هست در این شماره مجله حوالی میرسیم به یک شماره که کماکان به شهر و اطرافش توجه داره ولی پیاده شده از رو سال 98 98 با همه مسائلی که با خودش داشته مسعود بهنود و بخش اول مرور مجله های این هفته نگاهی بندازیم به, به تازه ترین خبرهای جهان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راهنمای تازه دولت فدرال برای از سرگیری مجدد روال عادی سازی زندگی و فعالیت های اقتصادی در کشورش را به فرمانداران ایالت ها ابلاغ کرده. بریتانیا ها محدودیت های رفت آمد را تا دست کم سه هفته دیگر تمدید کرده. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت که با وجود برخی نشانه های مثبت در اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و سوئیس، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش است و تاکید کرد که قاره اروپا هنوز در کانون طوفان اپیدمی کرونا قرار دارد. دهها پزشک ایرانی با انتشار نامه خطاب سعید نمکی وزیر بهداشت خواهان شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا در ایران شدند و از او خواستند از نظرهای کارشناسی با اقتدار دفاع کند و سازمان اف بینومن در بیانیه درباره خطر گرسنگی میلیون ها نفر در آفریقا به دلیل محدودیت های اعمال شده برای مقابله با شیوع کرونا هشدار داده. نیم ساعت اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم نگاهی بنیزیم به, به چند تا از مطالب دیگه برنامه گزارشی داریم درباره واکنش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به مانورهایی که قایق‌های سپاه پاسداران در نزدیکی شناورهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس دادند آقای پومپو گفته آمریکا در حال بررسی پاسخ مناسبه با یک کارشناس درباره آمار جدید اوپک در مورد میزان تولید نفت ایران گفتگو می‌کنیم که نشون میده این حجم این حجم پایین تولید از جنگ ایران تا ایران و تا کنون بی سابقه بوده خبرهای کوتاه از ایران داریم خبرهای ورزشی رو هم داریم و بخش دوم مرور مجلات هفته رو هم خواهیم شنید خب ببینیم در اروپا در بر بریتانیا خبرهای مربوط به کرونا چیه؟ دولت بریتانیا اعلام کرده که به منظور مهار ویروس کرونا محدودیت های رفت آمد و فاسدگیری‌های های اجتماعی را برای دست کم سه هفته دیگر تمدید می کند. دومنیک راب وزیر امور خارجه گفته هرچند به نظر می آید که تدابیر اتخاذ شده توسط دولت از شیوع ویروس جلوگیری کرده اما هر گونه تغییری در این سیاست و ممکن است که این نتایج مثبت را فارونه کند. تازه ترین آمار دولت میگوید که از میان بیش از 327 هزار مورد آسمایش حدود 103 هزار نفر مبتلا تشخیص داده شدند و بیش از 13 ,700 نفر هم تا کنون قربانی ویروس کرونا شدند. جزئیات بیشتر از مسعود سابری. در قیاب بوریس جانسون که دوره نقاهتش را در ویلای مخصوص نخست وزیر میگذراند بار دیگر دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا تدابیر دولت در مقابله با کرونا را اعلام کرد تصمیم دولت این است که وضعیت ویژه فعلی دست کم تا سه هفته دیگر باید ادامه پیدا کند. قوانین محدود کننده رفت آمد که از سه هفته پیش آغاز شده بود پا بر جا خواهد ماند و بریتانیایی ها فقط برای خریدهای ضروری ورزش روزانه و رفتن به محل کار می توانند از خانه خارج بشوند. پیشتر کیرستارمر رهبر حزب کارگر خواستار تدوین مقررات و شرایط خروج از حالت ویژه در آینده شده بود. مردم باید بدونن استراتژی و برنامه دولت برای آینده چیه شفافیت در این مورد اعتماد و همراهی مردم رو در پی خواهد داشت تا تلاش دولت تا اینجا که ما هم اون رو تایید می کنیم نتیجه بخش باشه مشاوران علمی دولت می گویند برای بیرون آمدن از قرنطینه باید اول ظرفیت بیمارستانی را افزایش داد بیمارستان های نایتینگل در فضاهای نمایشگاهی در بیرمنگام و لندن برای همین تجهیز شدند گام لازم دیگر برای گذر از قرنطینه فعلی افزایش میزان تست است ورزشگاه تیم تاتنهام در شمال لندن حالا تبدیل به مرکزی برای تست شده وزیر بهداشت که گفته بود تا آخر ماه میخواهد روزی 100 هزار تست انجام شود حالا صحبت از روزی 35 هزار تست میکند، در حالی که ظرفیت فعلی فقط روزی 16 هزار تست است گام بعدی ردیابی تماس های فردی است اپلیکیشنی به این منظور طراحی شده اما برای اینکه مفید باشد باید 80 درصد صاحبان گوشی های همراه از آن استفاده کنند به علاوه در شرایطی که جواب تست دیر به دست افراد میرسد هر کاربری خودش وضعیت سلامتی یا بیماریش را به کاربران دیگر اطلاع می دهد که این هم میتواند اعتماد به این ابزار را کم کند. هرچه زمان در قرنطینه میگذرد هزینههای اقتصادی کشور بالا میرود تنها در کمتر از یک ماه قیمت اقلام ضروری خوراکی و بهداشتی چهار درصد در بریتانیا رشد داشته از سوی دیگر شرکت های بزرگ نظیر کمپانی پروازهای ارزان ایزیجت که پروازهایش خوابیده دنبال راهی برای فرار از خسارت بیشترند باید دید سه هفته دیگر که موعد ارزیابی سیاست های فاصله گذاری فعلیست نخست وزیر یا جانشینش آیا اخبار خوشی برای مردم بریتانیا خواهند داشت؟ گزارشی بود از مسعود سابری. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در حال بررسی نحوه پاسخگویی به رفتار قایقهای سپاه پاسداران در خلیج فارس است مایک پومپو در واکنش به شکایت نیروی دریایی آمریکا به این رفتار گفته دونالد ترامپ به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که از نیروهای مسلح آمریکا و نیروی دریایی این کشور محافظت کند نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه در بیانیه ای از مزاحمت 11 قایق تندروی سپا برای گروهی از ناوهای این کشور در خلیج فارس خبر داد. آنطور که نیروی دریایی آمریکا میگوید رفتار قایقهای سپا تحریک آمیز بوده. همکارم خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش میدهد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در حال بررسی نحوه پاسخگویی به حادثه اخیر در خلیج فارس است. آقای پومپئو پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز در پاسخ به سوالی درباره شکایت نیروی دریایی آمریکا از رفتار قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس گفت ما در حال بررسی بهترین پاسخ به این رخداد و نحوه منتقل کردن نارضایتی خود از آنچه رخ داده هستیم مایک پومپئو میگوید ایرانی ها در گذشته هم نشان داده اند منطبق با قوانین بین المللی عمل نمی کنند. او همچنین ابراز اطمینان کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به گونه ای رفتار خواهد کرد تا از نیروهای مسلح آمریکا محافظت کند. نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد یازده قایق نیروی دریایی سپاه پاسداران در 27 فروردین چندین بار به نافای این نیرو در خلیج فارس نزدیک شدند بر اساس این بیانیه کشتی های آمریکایی در حال انجام مانور مشترکی با هلیکوپترهای آپاچی ارتش آمریکا در آبهای بین المللی در شمال خلیج فارس بودند در این بیانیه آمده قایخ های سپاه چندین بار از فاصله بسیار نزدیک و با سرعت بالا در اطراف کشتی های آمریکایی تردد کرده اند. ارتش آمریکا حرکت قایق های ایرانی را تحریک آمیز خوانده. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شکایت نیروی دریایی آمریکا از رفتار شناورهای ایرانی یکی از توییت های قدیمی خود را یادآوری کرده که در آن نوشته بود نیروی دریایی آمریکا شاید نمیداند در حیات خلوت ما و هفت هزار مایلی خانه خود چه می کند؟ گذارشی بود از خشایر جنیدی. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود میزان تولید نفت خام ایران در ماه مارس یعنی ماه پیش را دو میلیون و هجده هزار بشکه در روز اعلام کرده که نسبت به ماه پیش از آن روزانه پنج و دو هزار بشکه کاهش داشته این حجم از تولید از سالهای ابتدایی جنگ ایران و عراق تاکنون کنون بی سابقه بوده تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریمهای آمریکا نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز بود اوپک میگوید عربستان و امارات طی ماه گذشته هر کدام نزدیک به 4 400 هزار بشکه به تولید روزانه خود اضافه کرده و کل تولید نفت اوپک را با افزایش چشمگیر به بیش از 28 میلیون و 500 هزار بشک در روز رساندند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی داشتم با حسن منصور استاد اقتصاد و کارشناس نفت و انرژی و نخست از او پرسیدم که آماری که اوپک از ایران در تازه ترین گزارشش منتشر کرده چه اطلاعاتی از وضعیت تولید نفت ایران در حال حاضر و آینده به ما میدهد؟ ببینید از نظر تولید و از نظر عرضه فروش در هر دو جنبه مسئله داریم از در تولید ایران نیازمند سرمایه گذاری تکنولوژی و سرمایه خارجی است و چون وارد نمیشه توان تولید کمتر میشه و این کم شدن توان تولید هر سال مقدار زیادی از ذخایر رو هم حذف میکنه یعنی برای همیشه از بین میبره این اون مسئله است تا مشکل ورود سرمایه حل نشه متاسفانه این مشکل ادامه خواهد داشت مشکل دیگه مسئله عرضه یعنی فروشه امروز نیست که تقاضا در جهان افت کرده اعمال تحریم ها از سوی آمریکا خیلی ساده تره یعنی خود خریداران مجال های زیادی برای خرید دارن اونایی که تولید میکنن میخوان بفروشن نتیجه این شده که عربستان, عربستان سعودی امارات کویت نیجریه اینا تولیدشون رو افزایش دادن تنها کشورهایی که کاهش دادن مجبور شدن کاهش بدن یکی ونزوئلا یکی ایران و یکی لیبیست برای اینکه تحت تحریم هست مثلا همین هفته گذشته روزنفت روسیه مقدار 5 میلیون هفتصد هزار بشکه نفت ونزوئلا رو ناگزیر شد که حس بکنه کنسل کنه تحت تحریم آمریکا به این ترتیب اونها تحت تحریم هست مجال فروششون کمتره امروز به طور کلی به قدرت بازار خیلی کم شده و ناگزیر در حدود 10 تا 13 میلیون بشکه از تولید کم شده با وجود این میدونید که قیمتها به شدت نزول کرده قیمت امروز بازار برای نفت برنت یعنی نفت انگلستان به اروپا 27 دلار و برای نفت تگزاس در حدود 19 و نیم دلار بود خیلی رقم پایینیه در نتیجه کشورهای اوپک و عمدتا کشورهای تحت تحریم به شدت در مزیق هستند حالا ایران امیدواره که به حال شرایط بهتر بشه از میزان تحریم کاسته بشه تحریم ها برداشته بشه و دوباره وارد بازار بشه و دسترسی پیدا کنه به اون نکاتی که اون شرایطی که شما گفتید لازم داره مثل تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی و دوباره وارد بازار بشه و بتونه نفتش رو عرضه بکنه بفرمایید که وضعیت ایران چه خواهد بود بعد از این که اگر همچین شرایطی فراهم بشه با توجه به اینی که همونطور که بازم خودتون گفتید جای نفت ایران رو کشورهای دیگه گرفتن و به حال تقاضا هم الان انقدر پایینه ایران در چه شرایطی خواهد بود برای ورود دوباره به بازار ملزم بفرمایید در جول این امید ایران بر پایه محکمی استوار نیست این یک مسئله است دومینه که بازار انرژی همیشه چنین بوده به امروز آنچنان تر است به شدت بازاری رقابتی و وقتی شما مشتری رو خریدار رو از دست میدید چون قراردادها در بازار نفتی معمولا دراز مدتند اونو برای مدت زیادی از دست میدید امروز تمام این رقابتها بین مثلا عربستان و روسیه برای تسخیر بازار بوده برای این بوده که اینا بتونن موقعیت بازاری خودشون افزایش بدن و گندهترم کشورهایی که در این زمینه زیان کردن مثلا ایران بازار از دست داده این کشورها جای بازار ایران رو میگیرن آیا به این صورت میشه به این سهولت میشه پس گرفت پاسخ اینه نمیشه علارم تمام تلاشی که وزارت نفت ایران کرد تا سالهای گذشته بعد از رفع تحریم به شدت به شدت با گرفتاری رو برود و به تدریج اندکی اینا اضافه بکنه به این ترتیب کار مشکلی خواهد بود شما آینده صنعت نفت ایران رو چطوری میبینید آن؟ ببینید به لحاظ بالقوه ایران دارنده دومین ذخایر جهان ولی برای این مقدار زیادی در حدود پنجاه میلیارد دلار نیازمند سرمایه گذاری است تا راه این سرمایه گذاری هموار نشه امکان بالا بردن استخراج مشکلی وجود نداره از سوی دیگه برای ارز کنم فروشه برای فروش با تحریم شما نمیتونید در بازارهای سیاه و خاکستری نفت بفروشید ایران تا جایی که ما اطلاع داریم گزارش هایی که در بسال اینتلیجنس نفتی در بازار میگه که اینا ارقام بزرگی از همین قیمت های نازل تخفیف میدن علاوه بر این تقبل میکنن که حق بیمه تانکرها رو ایران خودش بفروشه یعنی با شرایط بسیار نامناسبی میفروشه با وجود این مقدار حجم بازارش رو به شدت از دست داده تا از شرایط تحریمی بیرون نیاد این عملا غیر ممکنه آخرین نکته این که ایران نمیتونه امیدوار باشه به درآمدن از شرایط تحریم بی آنکه عواملی که موجب تحریم شده اینا رو تغییر بده گفتگویی بود با حسن منصور استاد اقتصاد و کارشناس نفت و انرژی و حالا هم نوبت میرسه به چند خبر کوتاه از ایران در ایران در یک نگاه سخنگوی سپاه پاسداران ایران گفته درباره وسیله ای که به عنوان یک دستگاه ویروسیاب فوری از راه دور نشان داده شده اطلاعات بیشتری ارائه داده خواهد شد و خانه آن شده که درباره این دستگاه قضاوت شتاب زده نشود هیچ مرجع علمی عملکرد این دستگاه را تایید نکرده اما سرتیب رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران از برنامه برای تولید انبوه این دستگاه خبر داده همزمان امروز هم ارتش ایران قرار است یک دستگاه ویروسیاب جدید دیگر معرفی کند جمعی از پزشکان ایران در پی وضعیت پیش آمده به دنبال شیوع ویروس کووید 19 در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت ایران خواستار شفافیت و پاسخگویی مجموعه وزارتخانه و ستاد ملی مبارزه با کرونا شدند و گفتند که اطلاعات مربوط به تعداد بیماران مبتلا به کرونا، میزان برخورداری آنها از خدمات درمانی، روش‌های انجام آزمایش، شیوه های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها، میزان مرگ و ناشی از این ویروس و دیگر مسائلی که وزارتخانه در حین مبارزه با همه‌گیری با آنها برخورد کرده بود، باید به صورت فاف در اختیار عموم قرار بگیرد وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا به مناسبت صدمین روز ساقط شدن پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین به وسیله دو موشک سپاه پاسداران ایران بیانیه مشترکی صادر کردند در این بیانیه ضمن همدردی با خانواده قربانیان این حادثه تاکید شده که کانادا به نمایندگی از خانواده ها همچنان پیگیر شفافیت این موضوع حسابرسی اجرای عدالت و پرداخت قرامت است خب این هم چند خبر کوتاه از ایران نگاهی بینازیم به چند تا از پیام های شما البته که بتونم اون چیزا رو که قبلا هر زده بودم دوباره پیدا کنم به خصوص در فیسبوک خب بذارید برم از تلگرام پیرم بخونم تا این دم دستم هست هاشم نوشته به نظرم چنان چنان جان و امنیت اقتصادی شهروندان ایرانی برای رهبران مقامات ایران از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار بود بنا... بخش دوباره از زن میخوام به نظرم چنانچه جان و امنیت اقتصادی شهروندان ایرانی برای رهبران مقامات ایران از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار بود در بره کنونی از چرخه مخاسمات بیپایان با آمریکا دست میکشیدند. زینب نوشته واقعا دنیا باید دقیق پیگیری کنه که این ویروس خانمان بر اندازه کرونا امدی از طریق چینی ها پیدا کرده یا خیر. حتی اگر بیماری طبیعی بوده حکومت چین باید به خاطر مخفی کاری و پنهانکاری اولیه مجازات بشه این همه مردم از بین رفتن و رضا نوشته آمارهایی که وزارت بهداشت درباره کرونا ارائه میده دقیق نیست و همین سبب بی‌اعتنایی مردم میشه و ما را در مهار کرونا دچار مشکل اساسی خواهد کرد اگر فرصت شد باز هم از بقیه کسانی که در فیسبوک گذاشتم میخونم ولی الان بریم به سراغ خبرهای ورزشی نفته با کاوه مشکات خبرهای ورزشی امروز رو با خبری مهم در شطرنج جهان شروع میکنیم در حالی که همه مسابقات و اکثر مسابقات ورزشی جهان تعطیل هست و به تعویق افتاده شطرنج یکی از مسابقاتی هستش که میشه به صورت آنلاین اون رو برگزار کرد عریضا فیروزجا جا باز ایرانی موفق شد در یک دوره مسابقات بسیار تماشایی حرف مشهور خودش قهرمان جهان مگنوس کالستون از نروژ رو شکست بده در مسابقه مسابقاتی که در واقع سایت چس 24 اون رو برگزار کرد به مسابقات آنلاین بنتر بلیتس یا شطرنج برقاسا عریضا فیروزجا موفق شد در 16 دست پیاپی پی که با حریف خودش مانگروس کارسون مسابقه داد در نهایت با نتیجه 8.5 بر 7.5 حریف خودش رو شکست بده عیزا. فیروزجا همون شطرنج بازی هستش که سال گذشته بعد از اتفاقاتی که در فدراسیون شطرنج رخ داد و فدراسیون شطرنج ایران دو نفر از شطرنج بازان ایرانی رو به دلیل اینکه با حریفان اسرائیلی مسابقه داده بودند به نوعی توبیخ کرد از ایران مهاجرت کرد و به فرانسه پناهنده شد اما این مسابقات همچنان مسابقات شطرنج به صورت آنلاین همونجوری گفتم ادامه خواهد داشت به عریضا فیروزجا بار دیگه ممکن هست مقابل ماگنوس کارسون قرار بگیره از سی فروردین تا چارده اردی بهشت هشت شطرنج باز برتر جهان قرار هست به صورت آنلاین مقابل همدیگه قرار بگیرن و با هم مسابقه بدن جایزه قهرمان هم 250 هزار دلار آمریکاست خب کافه طرح یوفا فدراسیون فوتبال اروپا برای تعیین تاریخ و برگزاری دیگه قهرمانان فوتبال اروپا چیه یوفا یا اتحادیه فوتبال اروپا در حال کار کردن روی برنامه‌ای برای برگزاری فینال فصل 2000, 90, 2000. 20 لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 29 اوت یا 8 شهریور هست مسئولان فوتبال اروپا یک هفته دیگه قرار هستش که با هم یک جلسه ای داشته باشن و در اون جلسه در نهایت مشخص بکنن که چه برنامه رو برای پایان فصل فوتبال اروپا در نظر دارن که اجرا بکنن یوفا در حال حاضر قصدش این هستش که در پایان ماه اوت یعنی همون هشت شهریور فصل فوتبال اروپا در اون تاریخ به پایان برسه خب حالا برگردیم به فیسبوک و چند تا از پیام های شما رو بخونم افشین نوشته بعد از چهار ماه که تمام کشورها برای پیدا کردن منبع شیوع ویروس میگردن تازه به این عقیده رسیدن که منبع آزمایشگاهی بوده یا یعنی اینکه میخوان جلوی رشد سریع اقتصادی چین رو بگیرن موضوع خیلی عجیبه ظاهرا دنبال یک مقصر میگردن اجازه بدید ببینم بیژن نوشته میخواستن با این ویروس جلوی تظاهر کننده های هنگ کنگ رو بگیرن که از دستشون در رفت شاید هم بعد محمد دو جواب داده شاید هم تظاهر کنندگان فرانسه رو ام متاسفانه اون پیام هایی رو که نمیشه علامت گذاشت در فیسبوک به این راحتی نمیتونم دوباره اونها رو براتون پیدا بکنم بدیم به سراغ مرور بخش دوم مرور مجلات این هفته با مسعود بهنود هم اگه فرصتی شد در آخر برنامه برمیگریم به پیام بخش دوم بررسی مجلات این هفته رو کماکان در ارتباط با شماره نوروزی به دومین شماره بادکوبه اختصاص بدیم. پس که ارتباطات، تبلیغات، برندسازی رو مورد توجه قرار میده در اندازه کوچیک برای با گرافیک فوق زیبا که حاصل یک گروه متخصص هست صاحب امتیاز آقای حسن بادکوبه و سردبیر آرش صادق میبینید که یک ترکیبی هست از تخصصی که مجله دنبالشه مثل تبلیغات و برندسازی و اینا که مدیر باشه و روزنامه نگاری بادکوبه به دلمون میچسبه به خاطر اینکه یک ترکیب به روزنامه‌نگاری ای خب داریم میبینیم غیر از آرش صادق‌بگی، محمد طلویی مریم منوچهری نا همه هستند و اهل نگاری هرفهی جدی بنابراین نشتیه با نصر خوب کوتاه نویسی گرافیک خوب آمده است در اندازه کوچک یک دومی و بسیار زیبا و خواندنی در این حال آقای صدقیگی سردبیر در سر مقاله به عنوان مراقبت از دور نوشته تبلیغات دوست داشتنی برند رو ماندگار میکنه و از مخاطبینشون طرفدارانی پر و پا قرص میسازه اما به چه چیزی میگیم دوست داشتنی؟ تبلیغاتی که مشتری جایگاه برند رو با خودش برابر بدونه با اون برند هایی که نظرشون رو برتر از مردم میدونن و دنبال اثبات توانایی خودشون هستند یکیه یا هیچکدوم از اینا نیست در حقیقت نقش پیر دانا رو به عهده میگیره با پند و اندرز کوشش میکنه تبلیغات اعتماد مردم رو جلب کنه اصلا مشتری چطور به برندش تعصب پیدا میکنه یاد تو باشه که این روزها مثلا فرض کنیم برای برند تلفن های دستی یا برند لباس یا برند ادوکلون هر کسی یک دنیایی داره این دنیا بدون توجه به تبلیغات ساخته نشد در هم اول کار در مجله یک مصاحبه شده است با استاد مجید بلوچ استاد بلوچ از دهه سی در حقیقت از اول متولد شدن بنگاه‌های تبلیغاتی قانونهای آگهی به قول ایشون بوده است در این کار در بخش بین المللی استخدام میشه در وزارت فرهنگ و هنر و اونجا مسئول این هستش که کارهای نظرات رو جمع کنه و برای بینال های دنیا بفرسته بنابراین سیراک ملکونیان، مارکو گریگوریان، سیروس مالک، شیازه تواتوایی حسین زندرودی، مرتضای ممیز اینا همه رو میوردن پیش ایشون بعد از اون است که میره به کانون آگهی زیبا که یکی از معتبرترین جایی بود اونجا هم باز ممیز هست و دیگه حالا کار خیلی جدی شده براشون فضای کانون زیبا رو تعریف میکنه و مشتری های بزرگی که داشته اینا همه مربوط به دهه سی هست که بعد از 28 مرداد شهر ارتباطات جهانیش باز شده رفت آمد اقتصاد اینا به راه افتاده و در نتیجه جنس های جدیدی پیدا شده حالا یا ساخت ایران یا وارداتی مثل مثلا موتورسیکلت هوندا یا یا چیزهایی مربوط به ایران بانک ملی بانک مرکزی لاستیک هایی که وارداتی و اینا اینا همه آگهی برمیدارند و فرم هایی که تو مجلات چاپ میشه و همه چه مال چرخ خیاطی کوهلر باشه آلمانی یا لامپ فیلیپس باشه و حال هر کدوم از اینها یک شمایلی برداشتن که ایشون در مصاحبه شهر داده و این خیلی خاطرات خوبی است از قدیم اما بعد از اون مجله وارد دنیای جدیدی میشه عکسی از لیگلاو که قول دنیای تبلیغات بهش میگن گذاشته است روی جلد مجله بادکوبه و در اینجای مصاحبه مفصل و آشنایی با بیوگرافی مرد که یکی از بنیانگذاران تبلیغات امروزی هست در دنیا از مرکز اصلی که امریکا باشه شروع کرده و چه موقعی که عکاس های بزرگ در استخدام داشته و عکس های فوق ای رو میگرفته از اونها در تبلیغات استفاده می کرده. چه گرافیک های جالبی که به دست می آورده و در آخرای مجله بحث شیرین نیست راج به لوگوی شهرها شهرها درست بعضیاشون مثل لندن لوگو های ثابتی دارن که از 400 سال پیش مونده ولی همه شهرها که اینطوری نیستن به حال موضوع برند یا موضوع آگهی های تجاری 170 سال پیش که بخش شیری نیست از مجله همه از دیدنی ها و خوندنی های شماره نوروزی بادکوب است مسئول بهنود روزامنگار در لندن و بخش دو دوم مرور مجلات این هفته چشمانداز بامدادی علاوه بر تلویزیون فارسی بی بی سی هر روز از ساعت 7 تا 8 نیم بامداد به وقت تهران از طریق موج متوسط 1413 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. ساعت اول این برنامه از طریق موجهای کوتاه رادیویی ردیف 41 و 49 متر برابر با 7485 7360 6155 و 5985 کیلوهرتز پخش می شود. ساعت دوم چشمانداز بامدادی از طریق موجهای کوتاه رادیویی ردیفه 22 25 و 31 متر برابر با فرکانس های 13825 11875 و 9825 کیلوهرتز پخش می شود. کم کم داریم به پایان برنامه چشمانداز بامدادی میرسیم. فقط میخواستم یادآوری بکنم که برنامه ای ما در ساعت دوم باز هم تکرار خواهد شد اگر نتونستید از اول برنامه رو ببینید میتونید که برنامه رو به طور کامل در ساعت دوم هم ببینید همینطور میتونید که با ما در تماس باشید برای ما پیاماتون رو بفرستید از طریق تلگرام و همینطور به فیسبوک تا برنامه بعدی ما با همه شما خداحافظی میکنم همراه با همه همکارانم در این برنامه شب و روزتان خوش